سلام دوستان عزیز، من ادریس هستم. شما را خوش آمدید میگم با یک ویدیوی دیگه. در این ویدیو قرار است امروزتان در مورد ایجاد صفحه فیسبوکی صحبت کنم که چطور میتونیم ما در فیسبوک یک صفحه بسازیم و بعضی تنظیمات ابتدایی شما میخوایم در این ویدیو براتون آموزش بدم. امید است که ویدیو مورد پسند شما قرار بگیره. اگر میخواین که صفحه فیسبوکی بسازیم و میخواین که طریقه راه اندازی شما یاد بگیرین، این ویدیو را با ما همراه باشید. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه بریم به طرف ویدیو، اگر شما تا هنوز چنل ما را سابسکرایب نکردید و محتوای ما را میپسندید، میتونید چنل را از پایین سابسکرایب کنید و او علامه نوتیفیکیشن را هم فعال کنید. باز دارین فرصت از ویدیوهای جدیدی که ما آپلود میکنیم باخبر میشین و میتونید بیان و ویدیو جدید ما را ببینید. و اگر ویدیو خوشتان آمد، ویدیو را حتما لایک کنید و نظرات و پیشنهاداتتان در مورد ویدیو بریم در کامنت ها بنویسین. فعلا میریم به طرف ویدیو. خب دوستای عزیز، ما در قدم اول فیسبوک را باز میکنیم. و در اینجا ما میایم روی گزینه سه نقطه در قسمت کلیک میکنیم روی سه خط. و در قسمت ما دوستای عزیز میایم در قسمت پیج که در قسمت قرار داره، ما روی همی گزینه پیج کلیک میکنیم در اینجا. در اینجا ما روی گزینه کریت یا هم ایجاد که در قسمت قرار داره، ما روی همی گزینه ایجاد یا هم کریت کلیک میکنیم. خب در اینجا ما باید روی گزینه شروع کردن کلیک بکنیم. در قسمت پایین شما میبینید گزینه شروع کنید وجود داره در اینجا. خب من به این صفحه، در اینجا ما باید یک نام برای صفحه خود انتخاب بکنیم که در این قسمت ما میتونیم نام خود درج بکنیم. در اینجا مثلا ما یک نام برای فعلا انتخاب میکنم، مثلا یک نام باشه صفی آزمایشی و ایره تایید میکنم در اینجا. خب در اینجا ما باید چند دسته انتخاب بکنیم، یعنی موضوعاتی که مربوط به صفحه ما میشه که در مورد چی ما صفحه میسازیم، که اینجا ما باید چند گزینه را درج بکنیم که ما برای فعلا از همه گزینه ها سه تا را انتخاب میکنم و شما میتونید که از اونجا سرچ بکنید هر چیزی که شما میخواین، یکی از اونها را انتخاب بکنید و در اینجا دسته های گروهتان را انتخاب بکنید. و در اینجا اگر شما کدام آدرسی داشته باشین میتونید که از اینجا انتخاب بکنید و اگر نمیخواستین یا نداشتین در قسمت پایین روی گزینه تیک کلیک میکنید و از اینجا عبور میکنید شما. خب در این قسمت هم باید ما وبسایت اگر داشته باشیم میتونیم که در اینجا وارد بکنیم، ولی باز هم میتونیم که همو کار بکنیم. در قسمت پایین یه تیک را بزنیم، یعنی ما ندارم، و گزینه رد شدن را کلیک میکنیم. و در اینجا ما باید یک پروفایل و یک عکس صفحه را انتخاب بکنیم، یا هم عکسی که باز برای ما ظاهر میشه. مثلا من از اینجا یک پروفایل را انتخاب میکنم. خب پروفایل ما اینجا اضافه شد و اینجا شما میتونید که ایره ادیتان بکنین، یعنی بروش بکنین به هر سایزی که شما میخواین، ایره میتونید که انتخابش بکنین. مثلا دری گزینه اگر ما کلیک بکنم برای ما اینجا را میاره که میتونم که از اینجا بروش بکنیم و بعضی ادیتام انجام بدیم از قسمت پایین. و وقت عکس خود را ادیت کردیم روی گزینه انجام شد کلیک میکنیم در اینجا، و بازم روی گزینه تایید در قسمت بالا کلیک میکنیم. خب اینجا میبینیم که عکس ما برای ما اضافه شد و اجازه بدین ما یک عکس کاور را هم انتخاب بکنم در اینجا. مثلا ما یک عکس را انتخاب میکنم، خب به همین سایز قبول است برای ما، و گزینه تایید کلیک میکنیم و میبینیم که عکس کاور ما برای ما اضافه شد. و در قسمت پایین روی گزینه سابس کلیک میکنیم و تقریبا گروه ما به این طریق، البته صفحه فیسبوکی ما در اینجا ساخته میشه. خب دوستان عزیز، در اینجا باید منتظر باشیم که صفحه ما برای ما به صورت کامل ساخته شود، چون کمی وقت میگیره، کمی زمانگیر است در اینجا و باید منتظر باشیم در این قسمت. خب دوستان عزیز، من منتظر شدم تا اینکه صفحه برای ما ساخته شد و میبینیم که صفحه ما ساخته شده و این تنظیمات فعلا ما رد میکنیم و روی صفحه خود که کلیک بکنیم، صفحه آزمایشی که ما گفته بودیم، و میبینیم که صفحه ما به صورت کامل ساخته شده و همه عکس کاور فکر کنم تایید نشده. اینجا ما اجازه بدیم عکس کاور ما تعیین بکنیم در اینجا که دیزاینش برابر شده با حساب.
در قسمت وسط کلیک میکنیم و در اینجا روی گزینه دوم که اد کاور پیکچر است اونجا ما کلیک میکنیم. خب ما اما عکس قبلی رو انتخاب میکنم به همی سایز. خب دوست عزیز به همی سادگی صفحه فیسبوکی ما میبینیم که برای ما ساخته شده و میتونیم که ازش استفاده بکنیم و این گزینه دکمه سبز را میتونیم که ما ادیت بکنیم که چه چیز برای بیننده ها نمایش داده شود. در قسمت اول روی همی گزینه سبز که کلیک بکنیم روی همی دکمه سبز اینجا برای ما گزینه هایش میاره که شما میتونید هر کدامش که دوست داشتین میتونید که انتخاب بکنید. مثلا ما میایم پایین و یک گزینه را برای خود انتخاب میکنم. مثلا ما گزینه دنبال کردن را انتخاب کردم دوست عزیز و میبینیم که اینجا کسی که میای و صفحه مرا میبینه در قسمت سبز برش دنبال کردن نوشته میباشه و میتونم که از اونجا مرا دنبال بکنم و شما میتونید که واتساپ و همچنان چیزهای دیگر از اونجا انتخاب بکنید. و این شد دوستای عزیز ساخت صفحه فیسبوکی که ما به صورت کامل یک صفحه فیسبوکی را ساختیم و میتونیم که فعلا ازش استفاده بکنیم. خب دوستای عزیز به این طریق رسیدیم با آخر این ویدیو. ما رفتم یک صفحه فیسبوکی ساختیم و بعد تنظیمات ابتدایی شما برای شما گفتم. امید است که ویدیو مورد پسند شما قرار گرفته باشه و چیزی را برتان یاد داده باشم. اگر ویدیو خوشتان آمد ویدیو را لایک کنین و نظرات و پیشنهاداتتان در مورد ویدیو برام در کامنت ها بنویسین. حالا هم دو تا ویدیو دیگر براتون پیشنهاد میکنم که از نظر محتوا به ویدیو نزدیک است. اگر دوست داشتین میتونین به عنوان ویدیو بعدی یک از دو تا ویدیو را ببینین. تا ویدیو بعدی که من خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند پاک میسپارم. رجا که هستین شاد و کامگار باشین. خداحافظ.